صلح و مذاکرات با پیکارجان طالب، موضوعی که در چند ماه اخیر حتی از جنگ و درگیری با این گروه نیز داغ‌تر شده است. مسئله‌ای که علاوه بر راه اندازی ده‌ها همایش و کنفرانس در کشور، سبب برگزاری لوی جرگه در این رابطه نیز شده است. امروز در کنار برنامه‌های مختلف در مرکز و ولایات، همایشی به منظور بلند کردن صدای صلح‌خواهی مردم در هرات نیز برگزار شد. خواستیم که صدای صلح‌خواهی مردم هرات به گوش طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان به خصوص کشورهای منطقه و همسایه برسانه و از اونا بخواهیم که حسن نیت خود در قبال جنگ افغانستان نشان بدن، به دلیل از اینکه ما از یک طرف می‌بینیم که کشورهای مانند روسیه گفتگوهای صلح برگزار می‌کنن در کشور خود، اما از یک طرف دیگه می‌بینیم که در میادین جنگ سلاح‌های پیشرفته و ساخت کشورها از مخالفین مسلح به دست میاد. به این نشان دهنده ای هست که متاسفانه کشورها در قبال جنگ افغانستان اون حسنیت لازم را ندارند. همزمان با این، برنامه فعالان مدنی نقش کشورهای منطقه را در صلح افغانستان حیاتی دانسته و از این کشورها مخصوصا روسیه می‌خواهند که در مورد افغانستان دست از برخورد دوگانه برداشته و برای آوردن صلح دائمی در کشور صادقانه همکاری نماید. طی 14 جنگ کشورهای همسایه و منطقه در تمام امورات مسائل افغانستان یک سلسله مداخلات داشتند که هم از نگاه مادی، هم از نگاه تسلیحات نظامی، هم در پروسه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی یک سلسله مداخلات در امور افغانستان داشتند و دارند. و ما می خواهیم که کشورهای همسایه، بخصوص کشورهای منطقه و جهان، و اگر می خواهیم در پروسه های صلح افغانستان دخیل بشن، باید در قدم نخست کمک هایی که برای مخالفین حکومت، چی نظامیه، چی سیاسیه، چی فرهنگیه، چی مادیه، اینا رو باید قطع بسازن. در همین حال زنان هرات آتشبس و پایان دادن به جنگ کنونی در کشور را به معنی صلح واقعی ندانسته و از طرف های مذاکره کننده خواهان نگاه همه جانبه به تمام ابعاد جامعه هستند. صلح به معنای آتش بس و پایان جنگ نی، بلکه صلح به معنای رسیدن مردم به یک زندگی ایدال و یک زندگی شهروندی هست و معنای زو ایست که اگر گروه های متخاصم وارد سیستم صلح میشن، وارد سیستم حکومتداری بشن که قابل توجه و قابل قبول برای مردم افغانستان باشه. زنان افغانستان از این کتگوری بیرون نخواهند بود، اما به معنای از این نی که به عنوان سمبول ها و به عنوان افرادی که جنسیت از اونا مشخص بشه، اونا در چوکی ها بشینن و قرار باشه در رابطه با زنان دیگر صحبت بکنن. حقوق شهروندی شامل حقوق زن و مرد میشه. من معتقد به این نیستم که زنها چیزهای جدا از حقوق شهروندی بخوان. گفتگوهای صلح ابتدا با پادرمیانی آمریکا سال گذشته آغاز شد و پس از آن قدرت‌های بزرگ جهانی یکی پس از دیگری حمایتشان را از روند صلح در کشور اعلام کردند. روسیه و چند کشور منطقه نیز از جمله کشورهایی هستند که از این پروسه اعلام پشتیبانی کردند. موضوعی که با واکنش‌های فعالان مدنی و مردم هرات مواجه شده و آنان از این کشورها می‌خواهند تا به گفته آنان دست از دوگانگی در قبال افغانستان بردارند.